سلام بر شما، خوش آمدید به بخش خبر تلویزیون ایران فردا. من فریبا شیرازی هستم. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورهای منطقه را تهدید کرده چنانچه آمریکا به ایران حمله کند، جمهوری اسلامی به این کشورها حمله نظامی خواهد کرد. رضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری این مطلب را از قول شمخانی بیان کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای اکرمی همچنین هشدار داده است اگر آمریکا در منطقه ماجراجویی کند و یا دیگران به نمایندگی از او دست به چنین اقداماتی بزنند، ملت ایران بیشتر از دوران جنگ تحمیلی خود را نشان می‌دهد. رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری همچنین از مواضع آمریکا، غرب و برخی گروه‌های داخلی پس از امضای تفاهم نامه ژنو انتقاد کرده است. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج گفته است آمریکا چندین سال برای مذاکره التماس کرد، اما چون ما از نیت آنها با خبر هستیم نمیتوانستیم به آمریکا اعتماد کنیم و امروز نیز این بی‌اعتمادی پابرجاست. نقدی همچنین بدون نام بردن از ظریف با اشاره به سخنان او گفته است بعضی از دوستان برآورد نادرستی از قدرت تسلیحاتی ما ارائه دادند که کار درستی نبود. آمریکا باید اطلاعات صحیح نظامی را از افرادی همچون من بگیرد تا از مسئولان سیاسی. ظریف پیشتر گفته بود آمریکا با یک بمب میتواند تاسیسات نظامی ایران را از بین ببرد. رئیس سازمان انرژی اتمی با تاکید بر اینکه فعالیت هسته‌ای ایران کند نشده است گفت شیطنت‌هایی را شاهدیم، اما هوشمندانه و هوشیارانه مذاکرات را پیش می‌بریم و جای نگرانی نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای صالحی با بیان اینکه در موضوع هسته‌ای قطعاً در چارچوبی حرکت می‌کنیم که رهبری گفته است، افزوده ما از خط قرمز و از حقوق خود عدول نخواهیم کرد. صالحی گفته است فعالیت‌های هسته‌ای در ایران در تمامی عرصه‌ها با قوت و قدرت و در چارچوب منافع ملی پیش می‌رود. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه مشترکی نشست خود را ثمربخش توصیف کرده و اعلام کردند که دور بعدی مذاکرات اول بهمن ماه در تهران برگزار می‌شود. روز چهارشنبه دور تازه مذاکرات ایران و آژانس در شهر وین مقر این سازمان برگزار شد. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس و معاون امور پادمان‌های آژانس این گفتگوها را پیش بردند. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه مشترکی نشست خود را ثمربخش توصیف کرده و اعلام کردند که دور بعدی مذاکرات روز نخست بهمن ماه در تهران برگزار می‌شود. روز چهارشنبه دور تازه مذاکرات ایران و آژانس در شهر وین مقر این سازمان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این بیانیه آمده است ما امروز نشست ثمربخشی داشتیم و پیشرفت اجرای 6 اقدام فهرست شده در زمینه چارچوب برای همکاری را که در تاریخ 11 نوامبر توافق شده بود مرور کردیم. این بیانیه می‌افزاید این مرور شامل بازدید فنی از کارخانه تولید آب سنگین عراق در 8 دسامبر بود. در این بیانیه آمده است که دو طرف بحث‌های بیشتر را در جلسه فنی روز اول بهمن ماه در تهران ادامه خواهند داد. ماه گذشته ایران و آژانس به توافقی جدید دست یافتند. بر پایه این توافق ایران دسترسی‌ها و اطلاعات فنی بیشتری در اختیار آژانس قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری آلمان معاون امور آژانس پس از دیدار با رضا نجفی گفت تا اینجای کار ما برای یک ماه با یکدیگر همکاری کردیم و همه چیز طبق برنامه در حال انجام است. سرتیم بازرسان آژانس در ادامه گفت که این سازمان در نشست 21 ژانویه در مورد تحقیقات ادعای ایران درباره سلاح اتمی تفحص خواهد کرد. ایران با دسترسی دادن به نیروگاه عراق یکی از تعهدات مندرج در توافق با آژانس را انجام داده است. همچنین احتمال می‌رود ایران به معدن اورانیوم گچین نیز در ماه‌های آینده اجازه بازرسی دهد. بازرسی از عراق در مرحله کنونی یا بازدید از معادن اورانیوم بر اساس پیمان NPT جزء تعهدات ایران نیست، اما تهران برای اعتمادسازی و حل مسائل خود با آژانس به صورت داوطلبانه این دسترسی ها را به بازرسان داده است. در زمینه اجازه دسترسی به معدن اورانیوم گچین بندرعباس، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس گفته است که هنوز توافقی بر سر تاریخ بازدید صورت نگرفته است. در همین حال رضا نجفی سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با ایرنا درباره تعیین زمان بازدید بازرسان از معدن گچین بندرعباس گفت تاریخ بازدید بازرسان را بعداً به آژانس اعلام خواهیم کرد، اما در این مذاکرات بر روی تاریخ بازدید توافقی صورت نگرفته است.
مذاکرات ایران و آژانس که روز چهارشنبه و به مدت 4 ساعت در وین برگزار شد، در حالی است که از روز دوشنبه تا چهارشنبه هفته گذشته مذاکرات تهران با گروه 5 به علاوه 1 در سطح کارشناسی به طول انجامید. در مذاکرات کارشناسی ایران و 5 به علاوه 1 در تلاشند درباره نحوه اجرای توافق ژنو به تفاهم برسند. مذاکرات با آژانس از آن جهت حائز اهمیت است که این نهاد درباره نحوه اجرای تعهدات اتمی ایران قضاوت خواهد کرد. محمد جواد لاریجانی میگوید تفاهم‌نامه ژنو پایه حقوقی ندارد. آمریکا عهد شکن است و جمهوری اسلامی تهدیدی بزرگ برای سیاست تسلط بر منطقه و جهان اسلام به شمار می‌رود. وی گفته اگر آمریکا در 6 ماه آینده تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی اعمال کند، نقض عهد کرده است. آقای لاریجانی زیر سوال بردن حق غنی‌سازی ایران را یکی از نقض عهدهای آمریکا برشمرده و گفته اگر آنها به همین مسیر ادامه دهند، توافقنامه به 6 ماه هم نمی کشد. مقام های جمهوری اسلامی از موضع‌گیری جان کری وزیر امور خارجه آمریکا درباره تفاهم‌نامه ژنو و برنامه هسته‌ای تهران خشمگین هستند. آقای کری در 3 هفته گذشته بارها اعلام کرده در این تفاهم‌نامه به حق غنی‌سازی اورانیوم ایران هیچ اشاره‌ای نشده است. آیت الله ثانی از مراجع تقلید در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز گفته است رمز موفقیت دولت روحانی این است که پایگاه اجتماعی خود را حفظ کند. آقای ثانی درباره گروه‌های خودسر گفته است ماهیت گروه‌های خودسر نامشخص است، اما این گروه بدون تشکیلات و پشتیبانی اقتدارگرایان نمی‌تواند کاری انجام دهد. اینها نه تنها معترض خانه و دفتر ما شدند، بلکه معترض خانه‌های دیگر شخصیت‌های سیاسی و مقامات کشوری هم شدند و من امیدوارم در دولت روحانی این اتفاقات رخ ندهد. آقای ثانی با اشاره به درگذشت نلسون ماندلا گفته است باید به کار ماندلا احترام گذاشت و امیدوارم دولت مردان ایران و آمریکا و سایرین از هم بگذرند و دوستانه زندگی کنند. حملات روحانیون محافظه‌کار و نظامیان علیه مواضع آمریکا و غرب که بعد از امضای تفاهم‌نامه ژنو آغاز شده بود، پس از ترک گفتگوهای کارشناسی در وین از سوی طرف ایرانی اوج گرفته است. خبرگزاری‌ها گزارش دادند تیم کارشناسی ایران شامگاه پنجشنبه 21 آذر پس از 4 روز مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 جلسات را ترک کرده و به تهران بازگشتند. به نظر می‌رسد طرف ایرانی در اعتراض به وضع تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی و به دستور تهران جلسات را ترک کرده است. آمریکا در تازه‌ترین اقدام خود 19 فرد و شرکت داخلی و خارجی را به فهرست تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی افزوده است. معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا با هشدار به شرکت‌ها و مؤسساتی که قصد سرمایه‌گذاری در ایران را دارند گفته است تا زمان رسیدن به یک راه حل جامع درباره برنامه اتمی ایران، تحریم‌ها علیه این کشور همچنان ادامه خواهد داشت. اظهارات کوئن تأکیدی بر تحریم‌های گذشته آمریکا علیه ایران است و به معنای تحریم‌های جدید نیست. در همین حال عباس عراقچی به اظهارات به گفته او تند آمریکایی‌ها در روزهای اخیر واکنش نشان داد و گفت این گونه اظهارات روند مذاکرات در دور بعد را دچار مشکل خواهد. دو سناتور ارشد آمریکایی در پی درخواست‌های متعدد دولت اوباما مخالفت خود را با اعمال دور تازه از تحریم‌ها علیه ایران اعلام کردند. سناتور دموکرات تیم جانسون رئیس کمیته بانکی سنا گفت می‌خواهم صریح بگویم که من از تحریم‌های شدید حمایت می‌کنم و پیشتر نیز طراح بسیار از تحریم‌هایی که هم اکنون در حال اجراست بودند. رئیس کمیته بانکی آمریکا در عین حال گفت اما با این موافقم که درخواست دولت برای یک مکس دیپلماتیک درخواستی منطقی است. سناتور تیم جانسون تصریح کرد دور تازه تحریم‌های ایالات متحده می‌تواند اتحاد ائتلاف جهانی علیه برنامه هسته‌ای ایران را خدشه‌دار کند. در همین راستا ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که تعدادی شرکت و مؤسسه از قوانین بین‌المللی تحریم علیه ایران سرپیچی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور ضد تروریست در این باره گفت: به تجار و بازرگانان، بانک‌ها و شرکت‌های واسطه یادآوری می‌کنیم که ما به طور خستگی ناپذیر به اجرای تحریم‌هایمان ادامه می‌دهیم تا زمانی که به یک راه حل درازمدت و جامع درباره نگرانی‌هایمان از برنامه اتمی ایران برسیم.
وی هشدار داد که هر گونه سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی در ایران با مجازات آمریکا مواجه خواهد شد و این شرکت‌ها بهتر است این خیال را از سر خود بیرون کنند. دیوید کوهن افزود که این کشور در حال شفافسازی این واقعیت برای شرکت‌های نفتی و دیگر شرکت‌های بین‌المللی است که تحریم‌های وضع شده علیه ایران همچنان به قوت خود باقی هستند و آنها نباید با ایران وارد همکاری شوند. وی در جلسه استماع مقابل کمیته بانکی سنا اظهار داشت که آمریکا به صورت فعال در حال مذاکره با شرکت‌های نفتی دنیا و دیگر شرکت‌هاست، چرا که آنها احتمالاً گمان می‌کنند که همکنون زمان ارزیابی فرصت‌های همکاری با ایران است. کوهن همچنین گفت که جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا اخیراً با مدیر اجرایی 100 بانک بین‌المللی و دیگر مدیران شرکت‌های تجاری دیدار داشته و گفته است که تحریم‌ها علیه ایران به قوت خود باقی است. ساعتی پیش از انتشار این خبر، وزارت خزانه‌داری آمریکا 19 فرد و شرکت در اروپا و آسیا را به نقض تحریم‌های ایران از طریق میانجیگری برای تجهیزات مورد نیاز شرکت هواپیمایی ماهان متهم کرده بود. در همین راستا، عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران گفت: ما هنوز وارد مذاکرات دور بعد و اجرای مرحله اول مذاکرات نشدیم، اما احتمال دارد یکی از طرفهای 5 به علاوه یک به خصوص آمریکا از اظهارات تحریک کننده‌ای که خلاف روحیه تفاهم و همکاری استفاده کند. به گزارش ایسنا، عباس عراقچی همچنین با اشاره به اظهارات تند مقامات آمریکا در روزهای اخیر گفت: اظهارات تند و افراطی همچون روی میز بودن گزینه‌های نظامی علیه ایران سازنده نیست و روند گفتگو را در دور آینده دچار مشکل خواهد کرد. اظهارات کوهن در حالی است که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران 13 آذر ماه گفته بود که شرکت‌های توتال فرانسه، رویال داچ شل، انی ایتالیا، استات اویل نروژ، بریتیش پترولیوم و دو شرکت آمریکایی اکسون موبیل و کنوکو فلیپس برای حضور در ایران در صورت لغو تحریم ها ابراز تمایل کردند. ایران و 6 قدرت جهانی 3 آذر ماه سال جاری بر سر موضوع هسته‌ای ایران به یک توافق 6 ماه رسیدند، به طوری که در اعضای تعلیق برخی برنامه‌های هسته‌ای ایران و همکاری بیشتر با آژانس، برخی تحریم ها لغو و برخی دیگر سبکتر خواهد شد، اما تحریم فروش نفت ایران همچنان به قدرت خود باقی ماند. حسین رونقی، زندانی محبوس در بند 350 که یکی از شاهدان آثار شکنجه بر بدن ستار بهشتی بوده، در نامه سرگشاده خطاب به قاضی ایزدی ضمن اعلام دوباره آمادگی برای شهادت در خصوص این پرونده، مشاهدات خود از شکنجه ستار بهشتی را نوشته است. ستار بهشتی وبلاگ نویس و کارگر ساکن ربات کریم در آبان ماه سال 91 به وسیله پلیس فضای مجازی فتای تهران بازداشت شد و چند روز بعد درگذشت. بیشتر گیتی پورفازل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، به خبرگزاری ایرنا گفته بود دادگاه کیفری کارکنان دولت اتهام عمدی بودن قتل او به دست مأمور پلیس را نپذیرفته است. جبهه ملی خارج از ایران طی بیانیه ای امروز پنجشنبه خواستار اجازه درمان فوری هوتن دولتی و سایر زندانیان سیاسی شد. در این بیانیه آمده است از آغاز دولت آقای روحانی زندانیان سیاسی در معرض تهدیدات جدیدی قرار گرفتند، مواردی که در آن به زندانیان حتی اجازه درمان نیز داده نمی شود. آقای دولتی، مسئول سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران که از بیماری‌های متعدد جسمی رنج می‌برد، در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان زندان از روز پنجشنبه 7 آذر ماه اقدام به اعتصاب قضایی نامحدود کرده است. این بیانیه از تشکل‌ها و مراجع حقوق بشری جهان می‌خواهد که شرط بستن هر گونه قرارداد اقتصادی با جمهوری اسلامی را رعایت حقوق بشر در ایران اعلام نماید. با گذشت حدود 3 از اعتصاب قضای محمد حسن یوسف پور سیفی، وی نیز مانند برخی دیگر از زندانیان در بند 350 همچنان در انتظار حکم دادستانی برای اعزام به بیمارستان به سر می‌برد.
آقای یوسف پور سیفی، دکترای فلسفه علوم رسانه و تهیه کننده ارشد رادیو تجارت، که از 18 شهریور 91 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقدسات و نشر اکاذیب دستگیر شده، بر اثر ضربات وارده به جمجمه بینایی هر دو چشمش به 0.4 تقلیل یافته و در صورتی که برای عمل جراحی به سرعت به بیمارستان منتقل نشود، بیناییش را از دست خواهد داد. و همچنین از ناحیه ستون مهره‌ها دچار آسیب دیدگی جدی شده و دو بار دچار سکته مغزی شده است. به نوشته سایت کلمه، مدیران یک شبکه اینترنتی تولید و معرفی موسیقی زیرزمینی اخیراً توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند. این عده بعداً به قید وثیقه آزاد شدند، ولی در بازداشت برای انجام اعتراف زیر فشار بودند. وبسایت کلمه نوشته است علاوه بر حوزه فیسبوک و پایگاه‌های تخصصی آی‌تی همچون سایت نارنجی، عرصه‌هایی چون موسیقی زیرزمینی هم از تعرض نهادهای امنیتی در امان نمانده و شماری از فعالان آن دستگیر شدند. پیشتر 3 از مدیران سایت برگ موزیک دستگیر و به شدت تحت فشار بودند که با حضور در مصاحبه‌های تلویزیونی علیه خود اعتراف کنند. در هفته‌های اخیر موج جدیدی از دستگیری‌ها و بازداشت‌های فعالان عرصه سایبری و موسیقی زیرزمینی در جریان است که نگرانی‌های مدافعان حقوق بشر را برانگیخته است. محمد جواد ظریف در نشست خبری با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه که به تهران سفر کرده بود، گفته است جمهوری اسلامی کماکان بر اجرای توافقات گذشته درباره خرید سامانه موشکی S-300 از روسیه اصرار دارد. تقدیر از نقش روسیه در توافقنامه ژنو، ساخت نیروگاه‌های جدید هسته‌ای در ایران، نقش روسیه در جلوگیری از حمله نظامی به سوریه و گسترش روابط دو کشور از دیگر موضوعاتی بود که ظریف و لاوروف در نشست خبری خود به آنها پرداختند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در یک نشست مشترک خبری با سرگئی لاوروف و در پاسخ به سؤالی درباره دریافت سامانه آنیتی 2500 به جای S-300 گفت: با توجه به روابط خوب دو کشور و افق‌های بسیار جدی و همکاری در حوزه‌های مختلف، امیدواریم دو طرف بتوانند به نحو قابل قبولی این مسئله را حل کنند. وی افزود: البته در سفر ماه گذشته آقای راگوزین به تهران، ایشان با مقامات دفاعی ایران دیدارهایی داشتند که این رایزنی‌ها ادامه داشته و کماکان ادامه خواهد داشت. قرارداد تحویل سیستم‌های موشکی پدافند هوایی S-300 روسیه به ایران در اواخر سال 2007 میلادی امضا شد و قرار بود روسیه 5 سامانه را به ارزش حدود 800 میلیون دلار به ایران تحویل دهد. اما دولت مسکو 7 اکتبر 2010 بعد از تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در ژوئن این سال اعلام کرد که این قرارداد را به صورت یک طرفه لغو کرده است. ایران در واکنش به لغو این قرارداد علیه روس آباران اکسپورت به دادگاه بین‌المللی داوری ژنو در سوئیس شکایت کرده و خواستار دریافت غرامت 4 میلیارد دلاری شده است. روسیه اما گفت که اگر ایران از شکایت 4 میلیاردی خود علیه این کشور صرف نظر کند، حاضر است پیرامون تحویل یک سامانه ضد هوایی مشابه S-300 با ایران مذاکره کند. محمد جواد ظریف در ادامه این نشست خبری همکاری درباره دریای خزر، همکاری‌های اقتصادی و رایزنی در خصوص موضوعات مهم منطقه‌ای در حوزه هسته‌ای و موارد مهم بین‌المللی را از جمله مسائل مطرح شده بین خود و لاوروف عنوان کرد. وزیر امور خارجه در این باره افزود: ما برای ادامه مشورت‌های سیاسی خود قرار شد سازوکار و برنامه زمانبندی تعیین کنیم تا بسیار گسترده‌تر از گذشته بین مقامات دو طرف این رایزنی‌ها ادامه داشته باشد و دیدگاه‌های مختلف خود را مورد پیگیری قرار دهیم. ظریف با بیان اینکه رؤسای کمیسیون‌های مشترک اقتصادی ایران و روسیه تعیین شدند، تصریح کرد رؤسای کمیسیون‌های مشترک به زودی جلسه مشترکی را برای همکاری‌ها و بررسی افق‌های درازمدت برگزار می‌کنند. ظریف تصریح کرد در مذاکرات امروز مسائل مربوط به اجرای برنامه اقدام مشترک ژنو و ضرورت پیگیری اجرای آن مورد بحث قرار گرفت. وی خاطر نشان کرد همکاری نزدیک دو کشور برای شکل دادن به توافق نهایی بسیار مهم است. در همین حال سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران هم دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی در این دیدار گفت هدف دولتش رسیدن به روابطی استراتژیک و بسیار نزدیک با روسیه است و ایران مانند روسیه خواستار توافق جامع بلند مدت میان دو کشور برای همکاری‌های دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی است.
آقای روحانی همچنین تاکید کرد که از نظر ایران مفهوم توافقنامه ژنو به رسمیت شناخته شدن حق غنی‌سازی در ایران است و تفسیر دیگری از آن به روند اعتمادسازی لطمه می‌زند. بنابراین گزارش، سرگئی لاوروف هم گفته است که در مورد تفسیر توافق ژنو روسیه با ایران اختلاف نظر ندارد. روسیه یکی از متحدان اصلی جمهوری اسلامی در رویارویی هسته‌ای تهران با غرب بوده است. این کشور به همراه چین در اعضای حمایت‌های خود از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی سالهاست امتیازهای هنگفتی از تهران دریافت می‌کنند. تحلیلگران می‌گویند گشایش احتمالی در اختلاف میان ایران و آمریکا بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و نیز عادی شدن مناسبات میان این دو کشور به سود منافع و مصالح روسیه نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، لوی مقداد سخنگوی ارتش آزاد سوریه گفت خبرهای منتشره مبنی بر فرار ژنرال سلیم ادریس فرمانده ارتش آزاد سوریه به ترکیه و پس از آن فرار به دوحه پایتخت قطر کذب محض است. روز گذشته مقامات آمریکایی به نشریه وال استریت جورنال اعلام کردند ژنرال سلیم ادریس فرمانده ارتش آزاد سوریه بعد از تصرف پایگاه‌های نظامی ارتش در شمال خاک سوریه به ترکیه گریخت و از آنجا به دوحه پایتخت قطر فرار کرده است. وزیر خارجه روسیه میگوید کشورهای غربی دارای نفوذ در میان مخالفان سوری باید مطمئن شوند که مخالفان در کنفرانس بین‌المللی ژنو دو شرکت میکنند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از سخنرانی سالانه ولادیمیر پوتین در مجلس فدرال گفت هدف اصلی در مورد سوریه این است که اطمینان یابیم تمامی طیف‌های سیاسی جامعه سوریه در کنفرانس ژنو دو حاضرند. به افزوده است ما کار خود را مبنی بر گرفتن این تضمین که دولت سوریه در این نشست شرکت می کند انجام دادیم. لاوروف تاکید کرده است ما معتقدیم که مخالفان باید شجاعت به خرج دهند و منافع ملت سوریه را در نظر بگیرند. به گزارش رسانه‌های بنگلادش، یکی از رهبران سرشناس حزب جماعت اسلامی این کشور اعدام شده است. عبدالقادر ملا به جرم ارتکاب جرائمی در طول جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان در سال 71 به اعدام محکوم شده بود و ساعتی پس از آنکه دادگاه عالی بنگلادش حکم اعدام او را تایید کرد، در زندانی در داکا به دار آویخته شد. نخست وزیر بنگلادش از 3 سال پیش شروع به محاکمه افرادی به اتهام همکاری با پاکستان در دوران جنگ استقلال کرده است. بنابراین گزارش، اکثر متهمان اکنون از اعضای احزاب مخالف دولت هستند. حزب جماعت اسلامی دولت را به داشتن انگیزه سیاسی متهم می کند. دولت بنگلادش می گوید در جریان جنگ استقلال نیروهای پاکستانی با کمک همدستان محلیشان حدود 3 میلیون نفر را کشتند. عبدالقادر ملا 64 ساله اتهامهای وارده را رد می کرد. پلیس تایلند اعلام کرد معترضان و مخالفان اقدام به قطع برق و آب ساختمان‌های دولتی در شهر بانکوک کردند. به گزارش رویترز، این اقدام با هدف افزایش فشار بر نیروهای امنیتی انجام شده تا به محاصره این ساختمان‌ها پایان دهند. تایلند در یک ماه گذشته با بی‌ثباتی سیاسی شدیدی روبروست و مخالفان با برپایی تظاهرات اعتراض‌آمیز خواستار استعفای نخست وزیر این کشور شدند. نخست وزیر تایلند نیز حاضر به استعفا نیست و با منحل کردن پارلمان قصد دارد اوایل سال آینده انتخابات سراسری را برگزار کند. مخالفان با این درخواست به شدت مخالفت کردند. در همین حال صدها معترض تایلندی روز پنجشنبه با حضور در بیرون دفتر نخست وزیر این کشور تهدید کردند اگر پلیس مواضع خود را ترک نکند وارد ساختمان نخست وزیری خواهند شد. تحولات تایلند در شرایطی است که طرفداران دولت این کشور قصد دارند در حمایت از نخست وزیر راهپیمایی کنند و این مسئله گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش بحران در تایلند را تقویت می‌کند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد به سایت محافظه‌کار صلح نیوز گفته است سران فتنه به جرم مفسد فی‌الارض باید اعدام شوند، اما بنابر رأفت نظام حق نفس کشیدن دارند. وبسایت دیگربان علت حملات مصلحی به سران جنبش سبز را انتظار او از نظام برای کسب پستی بالا در مجموعه‌های امنیتی و اطلاعاتی می‌دانند. به نوشته این وبسایت، مصلحی با وجود تلاش‌های گسترده تاکنون نتوانسته نظر مقام‌های بلندپایه امنیتی و اطلاعاتی در این خصوص را جلب کند.
فرد مسلحی که با شلیک 21 گلوله وارد بانک انصار شهر شوش در استان خوزستان شده و 4 نفر را به گروگان گرفته بود از سوی پلیس دستگیر شد. ایرنا گزارش داد این فرد وارد شعبه بانک انصار شوش شد و با غافلگیر کردن و درگیری با نگهبانان بانک اسلحه وی را گرفت و اقدام به تیراندازی کرد. چند پیش نیز چند سارق مسلح با حمله به یک مغازه طلا فروشی در مرکز شهر شوش اقدام به سرقت مقادیر طلا کردند و متواری شدند. رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور نسبت به وقوع بحران در حوزه اشتغال کارگران صنعت ساختمان هشدار داد. اکبر شوکت به خبرگزاری ایلنا گفت در حوزه اشتغال کارگران ساختمانی به زودی به بحران می‌رسیم، زیرا با اتمام تدریجی طرح مسکن مهر که حجم زیادی از فرصت شغلی ناپایدار را در سراسر کشور به وجود آورده است، بسیاری از کارگران ساختمانی بیکار می‌شوند و به نظر می‌رسد که با این روند معضل اشتغال برای این قشر زحمتکش به زودی به بحران تبدیل می‌شود. به گزارش رویترز، دادگاه بدوی از زندان محاکمه سیف الاسلام قذافی پسر معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی را بنا به درخواست وکلای مدافع به اواخر فوریه موکول و اعلام کرد علت این امر عدم حضور سایر متهمان است. اتهام سیف الاسلام تهدید امنیت ملی لیبی عنوان شده است. سیف الاسلام همچنین به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان انقلاب لیبی تحت تعقیب دیوان کیفری بین المللی است. وکیل مدافع سیف الاسلام اعلام کرده است جلسه دادگاه تنها 5 دقیقه به طول کشید و ادامه روند محاکمه به دلیل غیبت دیگر متهمان به 27 ماه فوریه موکول شده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که دولت آمریکا خواستار حفظ عدالت و کرامت برای مردم اوکراین است و همه گزینه‌ها از جمله اعمال تحریم علیه اوکراین را در نظر خواهد داشت. موضع وزارت خارجه آمریکا پس از آن اتخاذ شد که پلیس ضد شورش در اوکراین تلاش کرد تا اردوگاه‌های معترضان را برچیده و محل‌های تجمع آنها را تخلیه کند. رهبران اپوزیسیون اوکراین پیشنهاد ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور برای مذاکره را رد کرده و خواستار استعفای دولت شدند. آمریکا و اتحادیه اروپا از دولت اوکراین خواستند در مقابله با تظاهرات مسالمت‌آمیز به خشونت و زور متوسل نشوند. درگیری‌های پراکنده میان نیروهای دولتی و معترضان در پایتخت کیف در حالی به طور موقت پایان یافته که رئیس جمهوری اوکراین از همه خواسته است به بحران سیاسی کشور کمک کنند. در حال حاضر در کیف ماموران پلیس و گارد ویژه محل تجمع معترضان را ترک کردند و دولت تضمین کرده که دیگر علیه تظاهرکنندگان خشونت به کار نخواهد برد. معترضان نیز اعلام پیروزی کردند. تظاهرکنندگان در اوکراین خواستار نزدیکی بیشتر دولت این کشور با غرب و فاصله گرفتن از روسیه هستند. ویتالی زاخارچنکو وزیر کشور اوکراین اعلام کرد که برای حفظ آرامش و امنیت پایتخت ماموران دولتی به میدان استقلال حمله نخواهند کرد. میدان استقلال محل تجمع نیروهای اپوزیسیون طرفدار غرب است. زاخارچنکو شامگاه سه‌شنبه به معترضان هشدار داده بود که پلیس موظف است با کسانی که قصد اغتشاش عمومی دارند با تمام قدرت مقابله کند. پس از این هشدار ماموران پلیس و گارد ویژه بریکوت به چادرهای معترضان در میدان استقلال حمله کردند. معترضان دست به مقاومت زدند و با ماموران درگیر شدند. به گفته ویتالی کلیچکو رهبر حزب اودار یا ضربه، سه‌شنبه شب ماموران دولتی شماری از معترضان را دستگیر و دست کم 10 نفر را زخمی کردند. یک سخنگوی پلیس نیز اظهار داشت که 10 تن از ماموران زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، مخالفان دولت که شهرداری کیف را تسخیر کردند، با شلنگ‌های آب آتش‌نشانی ساختمان شهرداری در برابر ماموران مقاومت کردند. بر اساس این گزارش، بدن خیس ماموران در سرمای 10 درجه زیر صفر به سرعت یخ بسته و مانع واکنش آنان شده است. سران اپوزیسیون از مردم خواستند برای پشتیبانی از معترضان به میدان استقلال بروند. خبرگزاری ها می نویسند که 10,000 نفر به این دعوت پاسخ داده و در میدان استقلال و حوالی آن تجمع کردند. پس از اینکه نیروهای دولتی محل تجمع معترضان را ترک کردند، ویتالی کلیچکو پشت بلندگو رفت و فریاد زد ما پیروز شدیم زیرا اراده ما قوی تر است.
او ضمن تاکید بر اینکه سازش با دیکتاتورها امکان پذیر نیست، خواستار کنارگیری ویکتور یانوکوویچ از پست ریاست جمهوری شد. یکی از سخنگویان حزب سرزمین پدری که رهبر آن یولیا تیموشنکو در زندان به سر می‌برد نیز در میدان استقلال ضمن دعوت مردم به پایداری در برابر دولت گفت سرنوشت کشور در این میدان تعیین خواهد شد. همچنین در کیف ویکتوریا نولند معاون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد در گفتگوی با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین تأکید کرده که مقابله معترضان عملی ناروا در جامعه دموکراتیک است. وی همچنین گفت که با رئیس جمهوری اوکراین گفتگوهای دشوار ولی واقع گرایانه ای داشته و تأکید کرد واشنگتن بر این باور است که آینده اروپایی برای اوکراین هنوز در دسترس است. در همین حال ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین از همه اصحاب از جمله مخالفان خواسته است به یافتن راه حلی برای بحران سیاسی کشور کمک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یانوکوویچ پس از دیدار با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ویکتوریا نولند معاون وزارت خارجه آمریکا این موضوع را بیان کرده است. علت تظاهرات در کیف تصمیم دولت اوکراین برای امضا نکردن یک توافقنامه تجاری با اتحادیه اروپا است. این تصمیم علارغم سالها مذاکره با اتحادیه اروپا با هدف ادغام اوکراین در این اتحادیه اتخاذ شده بود. دولت اوکراین تصمیم عدم پیوستن به این توافقنامه را در تاریخ 21 نوامبر اعلام کرده بود. هزاران نفر از مردم اوکراین که طرفدار پیوستن کشورشان به اتحادیه اروپا بودند، در کیف پایتخت به خیابان‌ها آمدند. شمار تظاهرکنندگان در تاریخ 24 نوامبر به بیش از 100 هزار نفر رسید. تقاضای آنها این بود که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین تصمیم خود را تغییر دهد و برنامه نزدیک شدن بیشتر به اتحادیه اروپا را دنبال کند، ولی او از قبول این تقاضا خودداری کرد و در نتیجه تظاهرات ادامه یافت. خشم معترضان تا آن حد افزایش یافت که خواستار استعفای رئیس جمهوری و دولت اوکراین شدند. منابع خبری کره شمالی اعلام کردند که جانگ سونگ تانگ معاون رئیس کمیته دفاع ملی کره شمالی و شوهر عمه رهبر کره شمالی به اتهام خیانت اعدام شد. خبرگزاری رسمی کره شمالی اعلام کرد دادگاه نظامی این کشور آقای جانگ را 4 روز پس از بازداشتش به اعدام محکوم کرد و این حکم بلافاصله اجرا شد. خبرگزاری رسمی کره شمالی افزوده است جانگ متهم بود که منابع کشور را به بهای اندک می‌فروخت و گروهی را برای سرنگونی رهبران حزب حاکم و نظام سوسیالیستی تشکیل داده و همچنین تلاش کرده بود که قدرت را در حزب حاکم و کشور از آن خود کند. تحقیقات خبرگزاری آسوشیتد پرس نشان می‌دهد که رابرت لوینسون، شهروند آمریکا که در سال 2007 میلادی در جزیره کیش ناپدید شده بود، برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا جاسوسی می‌کرده است. بنا به این گزارش، ماموریت رابرت لوینسون در ایران تایید نشده بوده است و یک تیم سیاه که در این مورد اختیارات کافی نداشته به لوینسون برای جمع‌آوری اطلاعات پول پرداخت می‌کرده. دولت باراک اوباما از انتشار گزارش آسوشیتد پرس اظهار تأسف کرده است. به گزارش رویترز، مسئولان محلی یمنی گفتند در حمله یک پهپاد آمریکایی به یک جشن عروسی در استان البیضا در مرکز این کشور 15 غیرنظامی جان خود را از دست دادند. این مسئولان افزودند که پهپاد آمریکایی در تشخیص هدف خود اشتباه کرد و به خودروی در یک مراسم عروسی موشک شلیک کرد. مسئولان محلی تاکید کردند که در این حمله 10 نفر در جا کشته شدند و 5 نفر دیگر نیز پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند. در انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در شهر اسماعیلیه در مصر 36 تن کشته و زخمی شدند. به گزارش رویترز، وزارت کشور مصر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در انفجار این خودروی بمبگذاری شده که در ورودی شهر اسماعیلیه رخ داد، یک نیروی امنیتی کشته و 12 نفر دیگر از نیروهای امنیتی نیز زخمی شدند. و اما یک خبر ورزشی، تیم پرسپولیس با برتری پرگل مقابل مثل کرمان به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد. در ادامه هفته 18 رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران عصر امروز 5 دیدار برگزار شد که طی آن پرسپولیس تهران در کرمان مثل این شهر را 6-0 در هم کوبید و با این برد به طلسم 7 سال ناکامی‌های خود در این شهر پایان داد.
در این دیدار پرحاشیه داور پرویز مظلومی سرمربی مس کرمان را در اوایل نیمه دوم از زمین مسابقه اخراج کرد. در سایر بازی‌ها نیز تراکتورسازی در مساف با مهمانش زوباهن اصفهان با نتیجه 2-2 متوقف شد و 2 امتیاز حساس بازی خانگی را از دست داد. نفت تهران نتیجه بهتری از تساوی بدون گل مقابل داماش گیلان کسب نکرد، فولاد خوزستان 2-0 سبای قم را شکست داد و ملوان بندر انزلی در دیدار با مهمانش راه آهن تهران تن به شکست 1-0 داد. در آخرین بازی هفته 18 فردا استقلال تهران میزبان فجر سپاسی خواهد بود. با این خبر ورزشی به پایان این بخش از خبرها میرسیم. من از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.